میروم اما نمیپرسم ز خویش ره کجا، منزل کجا، مقصود چیست. شاید یه روزی ما هم چنین سوالاتی داشتیم، ما نیز اینگونه سوال میکردیم: هدف چیه؟ برای چی آفریده شدیم؟ کجا میخواییم بریم؟ ولی هر کس که مسیح ایمان آورده جواب این سوالش گرفته. آمین؟ آمین. هللویا. میروم اما نمیپرسم ز خویش ره کجا، منزل کجا، مقصود چیست. بوسه میبخشم ولی خود غافلم که این دل دیوانه را معبود کیست. خیلی موقع هستش که ما از خدا صحبت میکنیم، خیلی موقع هستش که ما میگیم خدا جهان را چقدر زیبا آفریده، اما گویا قلب ما اینقدر این اعتماد رو نداره که داریم کجا میریم، چه کار میکنیم، از چه خدایی. خدا رو فقط دوست داریم ولی خدا رو گویا نمیشناسیم. آه آری این منم، اما چه سود، او که در من بود دیگر نیست نیست. میخروشم زیر لب دیوانه وار، او که در من بود آخر کیست کیست. قلبمون گواهی میده که خدا هست، قلبمون گواهی میده که خدا ما رو دوست داره، اما وقتی تو سختی ها و مشکلات قرار میگیریم خدا دیگه انگار ما با اون خدا هیچ رابطه نمیتونیم داشته باشیم و از خدا ما اونقدر دور هستیم که گاهی به راحتی اون رو منکر میشیم، حالا با جملاتمون، با رفتارمون، با اعمالمون نیست. و وقتی توی زندگی سعی میکنیم به عنوان کسی که خدا رو دوست داریم کارهای نیکویی بکنیم، کسی دل ما رو میشکنه دیگه دنبال خدا نمیریم، بگیم کو خدا، پس چرا زندگی من این گونه شد؟ من که محبت کردم دیگری رو، چرا به اونجا رسیدم؟ وقتی درک درست نباشه میایم کلیسا تا این درک درست رو پیدا کنیم در حضور خدا از کلامی که میشنویم. برای همین هست تضمین یک زندگی سالم در یک کلیسای بیدار هست. آمین. که این آگاهی رو به افراد میده تا بتونن در حضور خدا، در تعلیم، در مشارکت زندگیشون در ربال سلامتی باشه. آمین. شخصی از یک ماشین بسیار گرون قیمت و شیک میاد بیرون توی خیابون، یه جوونی میاد بهش میگه دوست عزیز ببخشید اگه امکان داره این کامپیوتر رو بگیر ببر برای توی ساختمون سالمندان، مادر من فلانی هستش و اینا رو بده به مادر من، من راستش یه کدورتی با مادرم پیدا کردم نمیخوام منو ببینه. اول شخص خود نوا اینا میگه و بعد میگه حالا این جوون اینقدر مادرش رو دوست داره، درو سالا نمیره ولی میخواد با اینجوری محبتش کنه، من این کارو براش انجام میدم. و میره توی ساختمون سالمندان، وقتی میره اونجا و اون مادر رو پیدا میکنه، همین که پیداش میکنه میگه منو پسرت فرستاده اینا، میگه حامد جان تو هستی قربونت برم، نمیدونه دین دایی داره میگه جا پسرش گرفته، میگه خب سنش انقدر بالاست که متوجه نشده اینا، میگه آره من حامد هستم. همونقه داد میزنه، پرستارا میان و یکی از پرستارا رو میکنه میگه آقا کجا هستید شما، 4 ماه هستش که هزینه این موقعیت که ایشون داره کسی نمیپردازه، تو برگه ها رو میارن اینم تا میاد بگه آخه من نیستم، باز میگه بابا ارزش نداره، شاید کار خداست من اینم محبت کنم. بالاخره چکشو ور میداره اینو مینویسه و میده، همین که چکو میده بره پیش با اون مادر صحبت کنه میگه قربونت برم برو به حامدم بگو بیا پولش برداشت شد. چی میشه واقعا اگر ما با اون خدای حقیقی آشنا نیستیم؟ مشابه های دیگه این گونه تو زندگیمون هست، جواب سوالاتمون رو چگونه باید یافت کنیم؟ همه ما تجربه کرده ایم که آنچه را که ما رو مشتاق یک خوراک میکنه حتما خوشمزدگی اون خوراک هست، حتما سلیقه اون آشپز هستش، اما قبل از اون گرسنگی اون شخص هست که کمک میکنه مانند یک چاشنی بتونه طالب اون خوراک باشه. از این رو هستش که توی دنیا میبینیم خوراکهای متفاوتی هستش و هر کسی از خوراک خودش که در اون کشور هست و در اون فرهنگ هست تعریف میکنه، اما میتونه اون کشور بعدی یا ملیت بعدی نیز حتی بعدش بیاد. ما مثل ما که همین کله پاچه رو دوست داریم، اما اگه به ملتهای دیگه بگیم از بوش هم تازه ناراحت میشن. حالا ما توی قم یه آبگوشت داریم به نام آبگوشت قنبیت، اون که بفهمه هر اون نقمه خوب میدونه،
من فکر نمیکنم نه از گوش خوشتون بیاد چه در مزهش نمیدونم که خود شهرهای دیگه هم دوست ندارم، اما هزاران دلیل دارن خود قومی ها که این آبگوش مفیده، برای کلیه خوبه و برای بدن سالمه. پس این گرسنگیه کمک کرده که ما طالب خوراکهای متفاوتی بشیم و حتی اگر این گرسنگی اونقدر زیاد بشه گاهی انسان رو به جنون میرسونه. برای خوردن خوراک گناه میکنه، دروغ میگه، فساد میکنه، دزدی میکنه و حتی تاریخ نشون داده آدم میخورن. تو کتاب مقدس هم داریم که دوتا مادر بچه هاشون رو میذارن وسط که بخورن. پس ببینید وقتی این گرسنگی به حد جنونش میرسه میتونه جنایت کنه و اون مثال کمه ما میدونیم انسان گرسنه چی نداره؟ دین و ایمان نداره و این نیز در بین ما هستش. اما این چه نوع گرسنگیه؟ مسلمان الان بین ما خیلی گرسنه هستن، درسته؟ پس چرا همگیر نمیخوریم؟ یک اینطوری بود من فرار میکرم بعد شما هم دنبال من بود، شما فرار میکرم من دنبال شما بودم چون سر زورم هسته. این گرسنگی شدیده، نه گرسنگی عادی. گرسنگی عادی اجازه نمیده که واقعا کسی توی یک موقعیتی قرار بگیره که کارهایی بکنه که غیر باور هست. اما اون گرسنگی شدید هستش که باعث این گناه حتی میشه. در کتاب امثال 6:30 میخونیم، اعلام میکنه مردم دزدی را که به خاطر گرسنگی دزدی کرده است سرزنش نمیکنند. میگه حتما مجازات میشه، ولی سرزنش نمیشه چون این نوع گناه حتی انگار توجیه میشه. کسی که به خاطر گرسنگی گناهی میکنه در فکر و افکار افراد این هستش که نه این خب یک کار آنچنانی نکرده که برفرض بخوایم عمدی بگیم این کار کرده، بلکه دلیلش این بوده که این یک گرسنگی شدید داشته که باعث شده این کار رو انجام بده. پس بنابراین گرسنگی شدید هستش که میتونه انسان رو به اعمال و رفتاری واداره که اصلا انسانانی نیست و گناه داره. و همچنین برعکسش، اگر کسی میلی به خوراک نداشته باشه، شما بهترین خوراک رو در مقابل اون قرار بدی باز نیست، طالبش نیست چون میلی نداره، یعنی قبلا نیست سیر شده و قبلا موقعیتی رو برای خودش ایجاد کرده، متاسفانه نمیتونه تو اون موقعیت درست برای خوراک قرار بگیره. در امثال 27:7 میخونیم، اعلام میکنه شکم سیر حتی از عسل کراهت داره، یعنی بیزاره، یعنی نفرت داره و هیچ نوع میلی به اون نداره. شکم سیر حتی از عسل کراهت دارد، اما برای شکم گرسنه هر چیز تلخ شیرین هستش. پس اشتیاق خیلی مهمه، اما اشتیاق شدید هستش که همیشه کار میکنه در زندگی انسان ها نسبت به نیازشون. همه عزیزانی که فرزند دارن این رو تجربه کردن، والدین که در صورتی که فرزندانشون سالم هستن، نوزادان سالم هستن، فرزندان کودکان سالم هستن و زمان صرف شام و یا ناهار میلی به خوردن نداشتن، والدین تصور کردن که اینها به خاطر اینکه در طول زمان روز حله حوله زیاد خوردن، بستنی خوردن، شکلات خوردن، شیرینی خوردن، دیگه میل به خوردن خوراک ندارن. همین موقعیت نیز در رابطه با امور روحانی صدق میکنه. در صورتی که ما از این دنیا، از حله حوله هایی که تو این دنیا هستش خودمون رو سیر میکنیم، هر کسی فکر کنه حله حولش چیه؟ هیچ موقع یک واعظ نمیتونه اینجا بیاد مستقیم بگه حل خوله تو اونه اینه، چون این قضاوت و داوری بده. اما هر کسی فکر کنه حل خوله اون چه چیزایی هستش که باعث این شده که نتونه اون خوراک خوب رو داشته باشه. یک شخص روحانی زمانی که با حل خوله دنیا پر میشه دیگه نمیتونه اون موقعیت درست در حضور خدا برای دعا رو داشته باشه، برای کلام خدا، برای کلیسا، برای خدمت به خداوند رو نیز داشته باشه. یکی از این موقعیت ها این هستش که دنیا اونو سرگرم
سرگرمی های خودش میکنه، تفریحات خودش میکنه، اونقدر اونو سرگرم میکنه، حتما لازم هست یک انسان سالم تفریحات داشته باشه، سرگرمی داشته باشه. اما زمانی که به افراط میرسه و اون بالانس درست رو از دست میده، متاسفانه آسیب میخوره به قسمت‌های موقعیت دیگه مانند روحانیش، نمیتونه توی موقعیت خوب نیست قرار بگیره. نکته دوم، احتمال داره آلوده سخنان و ویروس‌های منفی بشه که توی دنیا هستش نسبت به عیسی مسیح. هست کم نیست، فیلم های بسیاری متاسفانه درست میکنن، کتاب هایی رو درست میکنن، قبرش پیدا شده، میگن ازدواج کرده، دختر داره، همه حرف هستش. صداهای منفی بر علیه کلیساش، صداهای منفی بر علیه خادم کلیسا، خادمی، کشیش کلیسا، همه اینها باعث میشه ویروسی باشه که اونو از میل به حضور خداوند، میل به حضور خدا به صورت شدید که حالا صحبت میکنیم در کلیساش، در خدمتش نیز باشه. نکته سوم، تمرکز زندگی خودش رو بیشتر روی اهداف زندگی قرار میده، زندگی خودش قرار میده. اینها همه موقعیت‌هایی هستش که میل ما رو میگیره، اشتیاق ما رو نمیگیره. هوشیار باشیم، اشتیاق شدید ما رو میگیره. شما که اومدید کلیسا اشتیاق دارید، ولی من نمیدونم کدومتون اشتیاق شدید دارید. این دیگه خودت میدونی و خدا میدونه. شما مشتاق هستید اومدید کلیسا، اما میتونه کار زیاد، اهداف دنیویتون که بد نیست توی زندگیتون، اونقدر شما رو سرگرم بکنه که متاسفانه اون ذوق و اون شوق اصلی رو که در حضور خدا میتونه باشه از شما بگیره. حالا میگید برای از من دانشگاه میرم، درس میخوام، تحصیلات دارم، بسیار عالی، من هنرمند هستم، تو کار هنری هستم، نمیتونم وقتمو بذارم همش برای کلیسا، برای کلام خدا، من ورزشکار هستم، باید تو کار ورزش، من احتیاج به پول دارم. تمام اینا دلایل خوبی هست، اما برای خودت، برای خدا که تو رو خواسته و طلبیده، برای اشتیاق نه، برای اشتیاق شدید نمیتونه اون باشه. اما بدتر از همه اینها که میتونه ده هزار نکته باشه، من فقط به چهار نکتهش میپردازم، متاسفانه این هستش که ما به دام گناه گرفتار بشیم. این بدترین موقعیت است که ما به دام گناه گرفتار بشیم و بعد چون کلیسا میریم، چون کلام میخونیم، چون که میریم در زمان پرستش، پرستش میکنیم، حتی میخوام بگم ببخشید سوء تفاهم نشه، خدمت میکنیم، اما تو گناهی هستیم که باهاش من دارم توجیه میکنم. اول از خودم میپرسم، کلام رو یه جوری دیگه تعریف میکنم، میگم نه این گناه نیست، بعد شک میکنم، ملزم میشم، میرم به کشیش میگم، میگم نه کشیشم زیاد نمیدونه، میرم با معلم کلیسا صحبت میکنم، میبینم اونم داره حرف کشیش رو میزنه، زیاد به دلم نمیچسبه، بعد میرم با یکی دیگه نمیچسبه، کلیسامو عوض میکنم، میبینم تو کلون کلیسا مگه این حرفو بزنه، کشیش هم عوض بکنم، اونم اگه همین حرف رو بزنه، دیگه کم 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 میذارم میرم. اگر دنبال این باشم که بخوام با اون گناه زندگی کنم. پس یکی از خطراتی که میتونه تهدید کنه افراد رو نسبت به عدم میل، اشتیاق شدید، متاسفانه میتونه گناه باشه و این موقعیت رو برای ما ایجاد کنه تا ما نتونیم واقعا تو اون شرایط اشتیاق شدید خودمون رو قرار بدیم. شخصی، خانومی نصف شب از خواب بیدار میشه و همین که از خواب بلند میشه میبینه همسرش کنارش نیست و میاد بیرون، میبینه همسرش تو آشپزخونه نشسته و به عکس ازدواج، روز ازدواجش که روی در از پیشخونه اوپن آشپزخونه هست زور زده داره نگاه میکنه. بعد بهش میگه برای چی بلند شدی نصف شب اومده اینجا؟ میگه راستیتش یاد 20 سال پیش میفتم که ازدواج کردیم. بعد خیلی خوشحال میشه، عشق تو چشای زنه جمع میشه، میگه چقدر خوب یادته. میگه آره یادته 20 سال پیش تو به من گفتی بابات یک هفته میره مسافرت، به من گفتی بیا خونه ما که منم تنها نباشم. همون روز اول بابات اومد گفت مسافرتش کنسل شده و اثر به سمت من گرفت، گفت یا باز دخترم ازدواج میکنی یا میکشمت یا 20 سال باید بری زندان.
و یادته چی شد؟ دخترم با هیجان گفت آره رفتیم محضر ازدواج کردیم. گفت آره دقیقا داشتم فکر میکردم امروز روز آزادی من میتونست باشه چون از زندان آزاد میشدم. زمانی که اشتیاق من شدید نباشه، اشتیاق عادی نه، خیلی هستن با هم زندگی میکنن با اشتیاق برن زندگی میکنن، آیا این اجازه را دادن که در یک اشتیاق شدید نیز در کنار هم دیگه باشن یا نه؟ پس اگر بخوایم ما اولین قدم برای سلامتیمون که از اشتیاق به اشتیاق شدید این قدم رو برداریم، این گونه است. هیچ موقع نه به خودت بگو نه به دیگران بگو که در عشق به خدا من به آخر خط رسیدم. اگه حس کردی به آخر خط رسیدی، هیچ نیازی درت نمیبینی، اون عشق اولیه انگار نیست، یه نقطه بذار برو سر خط، با خدا دوباره شروع کن. یعنی اولین قدم دین باشه که بری در حضور خدا، حتی اولین قدم توبه نیست. گاهی افراد فکر کنن اولین قدم من باید برم توبه کنم. توبه نکن، چون توبه یعنی کاملا برگشتن، توبه یعنی ترک کردن. بارها توبه کردی نشد. اگر میخوای توبه تو حقیقی باشه، برو در حضور خدا زانو بزن. آمین. اونقدر با خدا وقت بذار تا دیگه اونجا کشیشت نیست بهت میگه این مشکلته، دوست ایماندارت نیستش بهت میگه، واعظی که از رادیو داره برنامه پخش میکنه نیستش، کلام خدا نیستش که داری میخونی و تفسیرش میکنی تو ذهنت، بلکه این خود خداست داره به تو میگه. آمین. که تو اشتباه کجا، کجا خوراک تو، حلهوله تو توی دنیا بوده و متاسفانه در اون مسیر قدم برداشتی و نتوانستی توی جایگاه درست بمونی. Oh,
شاعر میگه عاشقی جرم قشنگیست، انکارش نکن. خداوند این عشق رو به من و شما رایگان و مجانی داده، ولی خودش بهای زیادی داد، یگانه پسرش رو داد. نمیتونیم به راحتی نیز از اون بگذاریم. پس بنابراین همونگونه که یک شخص مریض وقتی من میلی به خوراک ندارم میبینم میلی نیست، حتما مریض هستم، باید چیکار کنم؟ به دکتر مراجعه کنم. من نمیتونم خودم رو مداوا کنم، من نمیتونم برم داروخونه بگم این دارو رو به من بدید تا من مداوا بشم، یا برم پیش جراح بگم این قسمت بدن منو جراحی کن تا من بتونم میل خودم رو دوباره به دست بیارم. اول باید برم پیش دکتر، و وقتی میرم پیش دکتر چیکار میکنم؟ اعتراف میکنم، میگم این درد منه، این مریضی منه، و اون دکتر به من میگه به خاطر اینکه کلسترول رفته بالا، چربی رفته بالا، چربی دور کبدت زیاد شده و این میل رو از تو داره میگیره، پس باید پرهیز کنی، ترک کنی، توبه کنی، رهاش کنی. چه چیزایی توی زندگیمون هست که متاسفانه این میل رو از ما گرفته؟ اگر این گونه فکر میکنیم که مواردی هست، اولین قدم چیه؟ برم به حضور خدا، بیشتر به خدا وقت بده. دومین قدم وقتی به خداوند میگه مشکل چی هستش، براش توبه کنی. در مزمور 25:8 میخونیم که اعلام میکنه خداوند نیکو و عادل، خداوند نیکو و عادل است. پس به گناهکاران نمیگه، به مشتاقین شدید خودش نمیگه، به مشتاقان خودش داره میگه خداوند نیکو و عادل است، پس به گناهکاران طریق را خواهد آموخت. اون گناهکاری که میپذیره و با فروتنی میاد در حضور خدا، اون کسی که احساس کرده توی زندگیشون بالانس درست را از دست داده نسبت به رابطهش با خدا و کلام خدا، و اون اشتیاق از اون گرفته شده، میره در حضور خداوند و خودش رو رها میکنه، خداوند به اون نیز میآموزه. هرچند گناهکار هست میآموزه. شاعر این گونه میگه هم دعا کن گره از کار تو بگشایدش، هم برو به حضور خدا برای مشکلاتت، چشکال نداره، برو. هم دعا کن گره از کار تو بگشایدش عشق، هم دعا کن گره تازه بیفزاید در عشق. هم دعا کن که خدا مشکل تو حل کنه، هم دعا کن یه گره دیگه بزنه. حالا ما کدوم گره ها رو میخواییم؟ گاهی سختی ها و مشکلات گره زندگی ما میشه، و همین گره، همین مشکله منو به خدا نزدیک تر میکنه. همه ما این تجربه رو نیز داریم. یک بار دیگه میخونم هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گره تازه بیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا پیوست، قایقی در طلب موج به دریا پیوست. قایق بودیم دم ساحل، از دریا لذت می‌بردیم، با همه چیز خوبه، چقدر خوبه، یه موج میاد مشکلات و سختی‌ها شروع میشه، ما رو میبره توی امواج خودش. بعد چه اتفاقی میفته؟ باید از مرگ نترسید اگر باید عشق. اگر به دنبال عشق هستی، اگر به دنبال رابطه شدید با خدا هستی، توی مشکلات و سختی‌ها نترس. مریضی هست، بیکاری هست، اقامت نداری توی این مملکت و هزاران مسائل دیگه ای هست، نترس، چون تجربه کردیم همین مشکلات و سختی ها ما رو به خدا رسوند. مگر غیر از این بود؟ اگر دختر من مریض نمیشد، اگر من برشکست نمیشدم، اگر من تصمیم نمیگرفتم خودکشی کنم، چگونه از دهن من میتونست این اعلام بشه خدا یا حقیقت خودت رو به من بگو؟ چون به جای رسیدم که حقیقت خدا کجاست؟ مذهب من به من حقیقت رو معرفی نکرده، عشق رو معرفی نکرده، از این رو بود میخواستم خودکشی کنم، اما خداوند چون خدای آخرین لحظه هست دست من رو گرفت و دست ما رو خواهد گرفت، دست ما رو خواهد گرفت و اجازه نمیده که ما توی موقعیت سخت قرار بگیریم. فقط کافیست در حضور او در ابتدا بریم، و اگر موضوعی رو میبینیم توبه کنیم، چون روح القدس ما رو ملزم میکنه. دیروز یه عزیزی از ایران زنگ زد که 5 سال ایمان آوردم و در طول این 5 سال 107 معجزه از مسیح دیدم. 5 ساله 107 معجزه از مسیح دیده،
و میگه همه جا بشارت میدم، از هیچ کس نمیترسم، نمیدونم چه قدرتی در من هست که اجازه نمیده من سکوت کنم، حتی جایی که عقلم میگه سکوت کن من سخن میگم برادر رسول. و باور کنید سه تا از معجزاتش رو برای من گفت، یک ساعت خورده ای شد که خدا تو زندگی این شخص کار کرده و ازش خواهش کردم دوباره زنگ بزن بگو، چون همه آنچه رو که من گفت حقیقت بود و درست بود. عزیزان، فرزندان خدا، خدا میخواد این معجزات رو تو زندگی تو انجام بده. آمین. اما دور ایستادیم، دوستش داریم، دوریم، میگه برکت اینجاست، چیزای دیگه حواسمون رو گاهی پرت میکنه، مشتاقشیم اما اشتیاق شدید به اون نداریم. چرا که اون اشتیاق شدید رو متاسفانه دنیا از ما داره میگیره و وقتی که به این میرسیم میبایست با فیض خداوند نیز آنچه را که درست هست انجام بدیم. آمین. ترکش کنیم. میتونیم زندگیمون رو توی این ماه تقدیس کنیم؟ آمین. میخوام در تو اشتیاق شدید صحبت کنیم، زندگیمون رو تقدیس کنیم نسبت به تمام اون هلاهولاهایی که توی دنیا هست و باعث این شده من اشتیاق شدید به خدا نداشته باشم. عزیزانی که نوزاد دارن میدونن بعد از دو سال میبایست حتما شیر رو قطع کنن تا خوراک قوی بخوره، تا گوشت بخوره، غیر از این هستش؟ حتما باید شیر رو قطع کنن. عزیزان، شیرهایی که تو این دنیا هست قطعش کنید. آمین. چی شما رو مشغول کرده؟ چه چیزی به شما اجازه نمیده هر هفته کلیسای مسیح بیایید، در حضور خدا استراحت کنید؟ چه چیزی اجازه نمیده به شما که هر شب در حضور خداوند بری، از او تشکر کنی، شکرگزاری کنی، تقدیس کنی؟ چه چیزی اجازه نمیده صبحان اول وقت تو به خدا بدی، حتی به همسر و به بچت نده، اول به خدا وقت تو بدی؟ کارت کی شروع میشه؟ 7-6 برای خدا بلند شد. به این میگن اشتیاق شدید، به این نمیگن اشتیاق. اشتیاق همون کاری که تو به امروز انجام دادیم، همه ما. و میدونید یکی از بدترین موقعیت ها برای خادمین، میخوام بگم مثل خودم، حتی اگر خدمت من اونقدر زیاد بشه که اجازه نده من اشتیاق شدیدم رو به خدا بدم، وقتم رو به خدا بدم، این نیست خطرناکه. حتی خدمت من میتونه برای من خطرناک باشه. از این رو هستش باید کاملا ما تو یک موقعیتی که از نظر زندگی روحانیمون هست خودمون رو تقدیس کنیم. باز در کتاب امثال 28:13 میخونیم، اعلام میکنه هر که گناه خود را بپوشاند، هر که توجیه کنه، این که میل به کلام خدا نداره، میل به کلیسا رفتن نداره، میل به مشارکت در کلیسا نداره، میل به خدمت نداره، همه اینا هستش. من از خودم نمیگم، در کلام خدا اومده ایمانداران چگونه باید زندگی کنه. هر کسی که داره اینو توجیه میکنه، هر که گناه خود را بپوشاند هرگز کامیاب نمیشود. یعنی تو اون مسیر رستگاری که خداوند گفت قرار نمیگیره، هر کس تا انتها صبر نکنه نمیشه. اما کسی که به گناه خود اعتراف میکنه، اون دلایلی که میل اصلیش رو داره میگیره، اما کسی که به گناه خود اعتراف میکند و از آن دست بکشد، خدا بر او رحم خواهد کرد. یعنی در فیض مسیح نیز قرار خواهد گرفت. و در این موقعیت هستش که ما میبینیم اشتیاق شدید کار خودش رو میکنه، نه اشتیاق. اشتیاق شدید کار خودش رو میکنه. شاعری میگه عشق یعنی مستی و دیوانگی. چجوری میاد در حضور خدا؟ خیلی از عزیزان هستن، من میبینم در زمان پرستش میپرن بالا، میپرن پایین، دست میزنن، سوت میزنن. نمیگم اگه کسی این کارو نمیکنه اشتیاق شدید نداره، هرگز. نمیخوام داوری کنم، ولی چقدر آزادی در حضور خدا. خیلی از عزیزان هستن یه روز زودتر میان کلیسا. نمیگم اونا که دیرتر میان اشتیاق شدید ندارن، گفتم این محک خودت باید بزنیم. چقدر اشتیاق داریم به خدا؟ نشون میدیم مثل بچه ها، مثل بچه هایی که وقتی بهشون میگی که داریم میریم پارک، میپرم بالا میپرم پایین، سینما داریم، ذوقشون رو نشون میدن. چقدر اشتیاق. اگه این حس رو نداری، اگه کلیسا برای سالی یه بار شده، اگه در حضور خدا ماهی یه بار شده، اگه کلام خدا برای فقط ماهی که دو بار میخونی، اشتیاق تو شدید نیست. اشتیاق داری به خدا، خدا رو دوست داری، خدا رو دوست داری، اما شدید نیست. اون که خدا میخواد نیستش، یک جای دیگه ایستادیم. خواهش میکنم در نام مسیح
ما مسیحی ها باید خودمون رو دیسیپلین کنیم. گاهی اونقدر ما سخن از فیض خدا میکنیم، فیض خدا میکنیم، فیض خدا میکنیم که نظم و دیسیپلین رو که خدا دوست داره در زندگی ماها باشه، چرا که خداوند اهل بی‌نظمی نیستش. کلام خدا این رو اعلام میکنه، پولس رسول میگه، میگه خدا اهل بی‌نظمی نیست، خدا اهل نظم هست، یک برنامه هست. اگر احیانا نداریم زندگی تو منظم کن، از همین دوشنبه برنامه بذار برای خودت. شب برو در حضور خداوند، خداوند من صبحان این موقع میخوام بلند شم، از الان میخوام این کلام رو شروع کنم خوندن. با یک ایماندار برنامه بذار با هم یه روزه بگیرید. گاهی ما میگیم نه، مسیح گفت در زمانی که من هستم یه روزه. مسیح شاگردان خودش رو تشویق کرد به روزه. خادمین خدا معمولا ماهی دو سه روز در روزه هستن. دیگه لزومی نداره مثلا اینکه مثلا بیاد به شما بگم من امروز روزه هستم، چون کلام خدا میگه نباید ما بیایم به همه بگیم که ما روزه هستیم. روزه رو نمیگیریم به خاطر اینکه ما ریاضت بکشیم، هرگز. ما روزه میگیریم که به خدا وقت بدیم، بیشتر در حضور خدا باشیم. به معده که اولین نفس هست میگم نه، تا به نفس های دیگه که داره میل من رو میگیره، از اشتیاق شدید به اونها به راحتی بگم نه. پس خواهشم از شما عزیزان این هست که لطفاً یک نظمی بدید، بعد این عشق تعریف پیدا میکنه، این اشتیاق شدید تعریفش اینه. عشق یعنی مستی و دیوانگی، عشق یعنی با جهان بیگانگی، عشق یعنی شب نخفتن تا سحر، عشق یعنی سجده با چشمان تر. میری در حضور خدا، خداوند تو رو ملزم میکنه. اونجا واعظی نیست با تو صحبت بکنه، خود واعظ خداست با تو صحبت میکنه. خدا قلب تو رو لمس میکنه، خدا رفع مشکلات تو رو میکنه، و اونجا هستش که این پدیده زیبا ایجاد میشه، آرامش میاد. پول داری؟ نداری؟ آرامش داری. ازدواج کردی؟ نکردی؟ تنها هستی اما آرامش رو داری. اقامت داری؟ نداری؟ اما آرامش رو خواهی داشت. در ضعف جسمانی هستی یا که در سلامتی هستی؟ آرامش رو داری، تو با آرامش زندگی میکنی، چون کلام خدا میگه در حضور خدا بشنوم کمال خوشی هاست. وقتی من با اشتیاق شدید به حضور خدا میرم، اونجا هستش که من آرامش رو دریافت میکنم. و امروز برای من داشتن و نداشتن چیزهایی که تاریخ انقضا داره باعث آرامش من نخواهد شد، بلکه من مطمئن هستم که خداوند مطابق فیضش مرا برکت خواهد داد تا در آرامش اصلی زندگی کنم. آرامش اصلی برای من تصمیم درست میده، آرامش اصلی من حکمت میده، آرامش اصلی من صبر میده، آرامش اصلی مرا متوازن میکنه، آرامش اصلی با خشم نیست. غلاطیان 5:22 رو داره. مزرعه داری؟ یک ساعت یادگاری از یه شخصی گرفته و بسیار گرون توی مزرعه هم که داشت کار میکرد، ساعتش مچش باز میشه و میفته گمش میکنه، به همه کارگرها بسیج میکنه، میگه شروع کنید بگید من ساعتم باید پیدا کنم، کارا رو ولش کنید. 4-5 ساعت اینا وقت میذارن، هیچ کس پیدا نمیکنه. یه کارگر جوان بوده میره میگه قربان اگه میشه همه اینا رو شما مرخص کن، امروز هم که اینا کار نکردن من اینو پیدا میکنم. میگه چجوری پیدا میکنی؟ من قول بهتون میدم پیدا میکنم. به همه میگه مرخص و میرن. و بعد ساعت 12 شب میاد در خونه مزرعه دارو میزنه و میگه بفرمایید قربان. میگه چجوری پیدا کردی؟ میگه هیچی، وقتی همه رفتن همه جا ساکت شد، نشستم گوش کردم تا صدای کوک ساعت رو شنیدم تختمه شد. آرامش تو وقتی بگیری رفع مشکلات زندگیت خواهد شد. وقتی تو آرامش نیستی نمیدونی رابطه تو چگونه بهتر کنی با همسرت، با بچه هات، با خانواده، چه تصمیم بگیری برای زندگی، اینجا میخوای زندگی کنی، فلانجا میخوای زندگی، برای کارت نمیتونی. ولی وقتی بری در حضور خدا، این خداست که به تو این آرامش و این تسلی رو میده تا بتونی بهترین موقعیت رو داشته باشی. و نامه پاداش این کسی که میتونه در جایگاهی باشه که توی زندگیش فقط انتقاد کنه دیگه انتقاد نیست، بلکه انتقاله. چون شما وقت آرامش نداری از همه چیز ناراحت هستی، چون نگران همه چیز هستی، به همسرت انتقاد میکنی، به بچه‌ت انتقاد میکنی، به دوستات انتقاد میکنی. ولی وقتی آرامش میاد یاد میگیری اینو انتقالش بدی، دیگه نمیخوای درباره اون موضوع فقط شما شکایت کنید و یا اینکه موقعیت هایی رو اعلام کنید که درش قربرو و نیز مشکلات باشه. و همین عدم این که من در حضور خدا نمیرم،
کلام رو شنیدیم امروز. آمین. مطابق کلام خداوند میبایست اولین قدم در حضور خدا باشیم و بیشتر از گذشته در حضور خدا باشیم. اما اگر میبینید یک ضدیتی هست هنوز با تو، اگر میبینید فردا نمیتونید برنامه رو داشته باشی، عذر میخوام میتونه دام غرور باشه و این غرور هستش که مانع خواهد شد متاسفانه که ما بتونیم به اون اشتیاق شدید برسیم. چرا که فکر میکنیم کلیسا میریم، پرستش میکنیم، حتی خدمت داریم میکنیم. خب منم فکر کنم منم کشیشم، میگم خداوندو نه دیگه، من برای دیگران گفتم، من اشتیاق شدید رو دارم. نه، این موعظه رو خداوند دوشنبه گذشته من داد. هفته هاست در حضور خداوند زانو میزنم خدایا برای موعظه آینده چیکار کنم، و این دوشنبه نصف شب خدا با من با قلب من صحبت کرد، من بلند شدم از خواب. باور کنید میل به بیدار شدن نداشتم، اما وقتی روح القدس گفت باید بیایی، کلام آینده است، در رابطه با اشتیاق به من هست، از جام پریدم، چون خودم دیدم در من انگار این اشتیاق نیست. نصف شب خواب بلند شدم و رفتم در حضور خداوند و خدا این کلام رو به من و به شما داد. آمین. تا بتونیم از اشتیاق شدید نیست توی یک موقعیتی خوب قرار بگیریم و غرورمون رو بذاریم کنار. آمین. آمین. چرا که غرور ما رو مذهبی میکنه. غرور دلایلی داره که من درستم و دیگران نادرست هستن. بریم با هم دیگه انجیل لوقا 18. و این مثل رو آورد برای بعضی که بر خود اعتماد میداشتن که عادل بودن. مرسی. مسیح داره نمونه میگه از دو نفر که هر دو به خانه خدا رفتن، نشون میده هر دو اشتیاق به خدا رو دارن، اما مسیح میخواد ببینه کدوم اینها اشتیاق شدید رو دارن. اون کسی که خادمه، اون کسی که اعتراف کرده، اون کسی که تعمید گرفته، اون کسی که مدعی هستش، یا یک نفر دیگه. بله. و دیگران را حقیر میشمرن که دو نفر، یکی فریسی و دیگری باجگیر، به هیکل رفتن تا عبادت کنن. آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد. فریسی کاملا میدونه، از کلام خدا آگاهی داره. بله. که خدایا تو را شکر میکنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. هر هفته دو مرتبه روزه میدارم و از آنچه پیدا میکنم ده یک میدهم. اما آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه به سینه خود زده گفت خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. به شما میگویم که این شخص عادل کرده شده. به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. آمین. خیلی ممنون. بنابراین میتونیم برای قسمت کلام خدا دست بزنیم. مثالی که مسیح میزنه این گونه است: اگر میخوای به اشتیاق شدید برسی، میبایست اول مانند این شخص گناهکار در حضور خدا بری. ولی این شخص گناهکار وقتی رفت در حضور خدا، اون یکی اعتراف نکرد، اونقدر مغرور بود که به خوبی‌های خودش اعتراف میکرد که من این هستم، تازه دیگران رو داوری کرد. اما شخصی در حضور خدا نیز تأییدش رو گرفت به اشتیاق شدید که اعتراف به گناه خودش کرد. آمین. اعتراف کرد که زندگی خوبی نداشته، اعتراف کرد که به هیچ وجه توی جایگاه درستی نیست. در مزمور 31 از 1 تا 3 رو براتون میخونم که داوود پادشاه این گونه اعلام میکنه: خداوندا از کبر و غرور دست کشیدم. اینو داوود داره میگه. پس خودش متوجه شده که کجا هستش که گیر افتاده، توی غرورش، توی خودخواهی‌هاش، توی این که من تأیید من هستش آنچه که دارم انجام میدم. خداوندا از کبر و غرور دست کشیدم و خود را بهتر از دیگران نمیدانم، مانند این شخصی که اعتراف گناهش رو میکنه. خود را از آنچه بالاتر از فهم و درک من است دور نگاه میدارم، یعنی از اراده خدا، یعنی آنچه را که میخوام انجام بدم اول اراده خدا رو میخوام. فرزندان خدا مطابق آنچه که مسیح بهشون یاد میده در ابتدا اراده او رو میخوان، ملکوت او رو میخوان، نه که کار رو انجام بدن و بعد که انجام شد خراب شد بعد میان میگن خدای اراده چیه، اراده تو چیه. نگرانی رو از خود دور کردم و مانند کودکی که در آغوش مادر خود، مانند کسی که در آغوش خود خدا قرار گرفته، خودش رو در اون قوت و آرامش قرار میده. و الان مانند کودک که در آغوش مادر خود آرام هست،
در درون خود آرامش دارم. نویسنده اینو کاملا تجربه کرده. توی مشکلات هست، توی سختی ها هستش، اشتیاقی به خدا نداره، خدا رو دوست داره، اشتیاق شدید به خدا نداره، داره میگه من در حضور اون توانستم توی جایگاهی درست قرار بگیرم برای ایجاد اشتیاق شدید. و بعد اعلام میکنه، این نیز با همه ما داره صحبت میکنه، میگه ای اسرائیل، اسرائیل یعنی فرزندان خدا، ای اسرائیل بر خداوند توکل داشته باش از حال تا به ابد. یعنی بر خداوند، به اون اشتیاق شدیدت فکر کن، نه فقط اشتیاقت. امروز در اصل اولویت زندگی ما چه چیزایی هستن؟ اگر اولویت زندگی من کار من هست، سرگرمی های من هست، خدمت من هست، اون گناهی که باهاش دارم زندگی میکنم و توجیه هست، من هرگز و هرگز نمیتوانم در اون اشتیاق شدید نیست قرار بگیرم. اما اگر اولویت زندگی من خود خدا هستش و یک برنامه برای اون دارم و برای خودم برنامه دارم برای سلامتی روحانی، مطمئن باشم که اشتیاق شدید خدا همیشه با من خواهد بود و من از داوری، از قضاوت، از نگاه اشتباه، از چیزهایی که من را آزار میده حتما رها خواهم شد و در جایگاه درست قرار خواهم گرفت. پیرمردی متوجه میشن که شنواییش داره از دست میده، میبرنش پیش پزشک، بعد از چند جلسه شنواییش به دست میداره. وقتی شنواییش به دست میداره این پیرمرد، دکتر بهش میگه که خب بعدا خانواده همه خوشحال هستن که تو دیگه شنواییتو به دست آوردی. میگه راستش من به هیچ کس نگفتم، هر شب میشتم حرفای اینا رو گوش میکنم، تا حالا 7-8-10 دفعه وصیت نامه ما عوض کردم. خداوند ما رو امروز شفا داده، آمین. روح مقدس خدا رو داریم، آمین. ادراک خداوند با ما هستش، قوت خدا با ما هست، آرامش خدا با ما هست. چرا نباید به اون بیشتر از اینها وقت بدیم؟ تا در وقتی که در حضور او هستیم فارغ از تمام موضوعاتی بشیم که میخواد باعث عذاب ما بشن. بریم با هم دیگه مزمور 42 1 الی 2 رو لطفا بشنویم. توی خود آیا همه بروشور دارید؟ اونا که بروشور دارن دستاشو میگیرن بالا لطفا. مزمور 42 باب آیه 1 و 2. چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد. شدت اشتیاق یعنی آرزو عمیق، یعنی ویژن داری برای خدا، برنامه داری برای خدا. آیا از خودت حالا پرسیدی من برنامه برای خداوند دارم یا ندارم؟ ویژنت برای خداوند چی هستش؟ برای نجات بشریت. من فقط میگم کلیسا دهیه کم میدم، کار خوبی میکنیم، پرستش هم میکنم، کار خوبی میکنی، کلام هم میخوام، کار خوبی میکنی. آیا هم قدم با کلیسات هستی برای رسوندن خبر خوش نجات به دیگران؟ بله. همچنان ای خدا، جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. آمین. یعنی این ذوق رو دارم، این شوق رو دارم، این رغبت رو دارم برای خداوندم. توی بروشوراتون اگر توجه کنید، قسمت مطالعه اول یوحنا 5:13-21 هستش. این قسمت مطالعه همیشه برای خودتون هست که برید مطالعه کنید. گاهی هستش که فرصت هست که من خودم میخونم، اما خواهش میکنم توی این هفته ملاحظه کنید به این آیات، چرا که باعث برکت شما خواهد شد. اما نکته اول بریم بپردازیم که چگونه این اشتیاق شدید رو داشته باشیم. نکته اول، ثمره اشتیاق به خدا، البته اینجا باز این اشتباه خودم هست، ثمره اشتیاق شدید به خدا در ایمانداران به عیسی مسیح. نکته اول، اشتیاق به خدا ایمانداران به عیسی مسیح را به دعا تشویق می‌کند. پس قدم اول در حضور او هست، به دعا تشویق و در توبه از هر گناه تقدیس می‌کند که ثمره آن آرامش باشد. آمین. میتونیم بپذیریم اینو؟ آمین. اگر اینو میپذیریم باش باید زندگی کنید. و همون گونه که کلام خداوند در متی 11:28 مسیح میگه ای تمامی گرانباران، زحمت کشان، ای کسایی که اون میل رو در خودتون امروز نمیبینید، فقط خدا رو دوست دارید، نزد خدا بیایید تا خداوند دلایل عدم میل شما نسبت به اشتیاق شدید رو برداره. هیچ فرقی نمیکنه عزیزان، خواهش میکنم
یک بار دیگه میگم، به خادمین کلیسا دارم عرض میکنم، به خودم دارم میگم، به عنوان خادم اگر اشتیاق شدید در تو نیست، جایگاه اشتباه ایستادی، چون زود خسته میشی، دل شکسته میشی، آسیب میخوری. این هفته، این ماه، ماه تقدیس باشه، ماهی باشه که در حضور خداوند خودتو ببری و یک برنامه از خدا بگیری تا بتونی تو یک موقعیت درست خودتو قرار بدی برای رفع تمام مشکلات. و این رو بدون، اگر در حضور خدا بری، سنگهای بزرگ زندگیت که مانع تو و رسیدن به هدفت شده، اون موانع رو خواهی داشت، برداشت، چون که دل حکیم خداوند به شما خواهد داد. پادشاهی در مقابل خانش یک سنگ بزرگی رو قرار میده توی خیابون و خودش میره یک قسمتی وای میسه ببینه نظر مردم در رابطه با این سنگ چیه، فرمانده ها چی فکر میکنن. وقتی اون گوشه وایساده بوده متوجه میشه اینه، فرمانده ها وقتی دارن میان با همگی صحبت میکنن و میگن که عجب پادشاهی دارید، نگاه کن این سنگ رو گذاشتن جلو خونش، فرمان نمیده این سنگ رو بردارن، چه پادشاهی بی‌لیاقتی دارید، و میذارن میرن. بعد از اون میبینه که بقیه دولتمندا میان همه غر میزنن و شکایت میکنن. بعد قسمتی از مردم اومه که بودن توی جامعه بوده، اونا میان نگاه میکنن میگن عجب پادشاهی داریم، به این راحتی اینجا رو خرابه کرده، سنگ انداختن جلوی خونش. بعد نشون میده یک کشاورز جوانی با یک کرولاق یا وجودش رد میشده، یه تناب رو بر میداره دور سنگ میبینه و به کمک کرولاق اونم فشار میده و ردش میکنه. رد که میکنه میده یک کیسه طلا زیر اون سنگه و میده این کیسه طلا رو بر میداره، توش یه پاکته، نامه پادشاه بوده که تو را دیدم که به جای انتقاد انتقال دادی، بیا توی کاخ و استخدام هستی برای کارهایی که کشوری هم بطنان. اگر در حضور خدا بریم، خداست به ما این حکمت رو میده سنگای زندگیت رو چگونه برداریم. بریم با هم یه آخرین آیه رو بشنویم و بعد دعا خواهیم کرد. نامه یعقوب 5:15-16. و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید. و دعای وقتی صحبت از دعای ایمان میکنه، باز عزیزان اون دعایی هست که با اشتیاق شدید به حضور خدا رفتی، انتظار داری برای مریضی که داری دعا میکنه اون شفا بگیره، آمین. برای کسی که مشکل داره انتظار داری، چون خدای خودتو میشناسید. در غیر این صورت دوباره یک مسیحی مذهبی شدیم، فقط دعا میکنیم شفا میگیره. نمیدونم حالا ما دعا میکنیم، اراده خدا رو میخوایم. خیلی راحت از کلمه اراده خدا استفاده میکنیم. کلام خدا گفت برید دعا کنید شفا بگیرن. کلام خدا نگفت برید دعا کنید بندازید سکتون رو بالا پایین، اگه خط اومد میشه شیر اومد نمیشه. گفت شفا بگیرن، باید بپذیریم. آمین. و بعد از این میخوایم حالا با هم دعا کنیم برای تمام مشکلات و سختی هایی که زندگیتون هست که با فیض خدا برداشته بشه. بله. و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد. آمین. حتی هر گناهی که میخواد مانع بشه اون برداشته خواهد شد. بله. نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید. آمین. و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. هللویا. زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. آمین. هللویا. Come on.
ایسا مجید است با خود خود خرید ما را